آیا روسیه پشت ایران را در سوریه خالی کرده؟ آیا خروج ایران از سوریه حالا برنامه کرملین هم هست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایدو. اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران به دمشق رفته. مذاکرات دو طرف آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند متمرکز بوده بر تاکید بر همکاری‌های دو جانبه، تحولات منطقه‌ای و بازسازی سوریه. آنچه که آنها گزارش نکردند دلیل است که احتمالاً چنین دیدارهایی را حالا برای مقام‌های ایران بیش از پیش لازم کرده. پیشتر مقام‌های ایران در روسیه و ترکیه با مقام‌های آن دو کشور می‌نشستند و بخشی از یک طرح منطقه‌ای بزرگ برای سوریه بودند. پایگاه‌های ایران در اختیار روسیه قرار می‌گرفت و رهبر ایران از چرخش به شرق می‌گفت. اما این اواخر جلسات متعددی بین مقام‌های ترکیه و روسیه برگزار شده که ایران در آنها غایب بوده. همین دو سه روز پیش معاون وزیر خارجه روسیه گفت که ایران و روسیه در سوریه با هم صرفاً همکاری داشتند اما متحد نبودند. گزارش های هم رسیده از درگیری های پراکنده بین نیروهای ایرانی و روسی در سوریه و خاموش ماندن دفاع ضد موشکی 300 روسیه وقتی اسرائیل اهداف ایران را در سوریه میزند. از همه اینها مهمتر برای ایران شاید دیدار بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین باشد، با تاکید بر اینکه ایران هر طور شده زودتر خاک سوریه را ترک کند. امشب میشنویم که آیا روسیه با مخالفان حضور ایران در سوریه همراه شده. اگر شده این برای ایران به چه معناست؟ سه میهمان داریم برای این بحث. امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از پاریس با ماست. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر. خوش آمد میگم به هر سه مهمان. آقای از شما میپرسم اول، ممکن است شما برای ما روشن کنید که چه فرقی هست بین شریک استراتژیک، متحد و کسانی که در یک کشوری با هم همکاری دارن، دو کشوری که مثلا در کشور سومی همکاری دارن؟ آیا معانی متفاوتی دارن اینها؟ ببینید، دو کشور زمانی روابط استراتژیک یا راهبردی دارند که به دلایل تاریخی، اقتصادی، سیاسی و نظامی و فرهنگی در اون بزنگاه‌های تاریخی، در اون مراحل حساسی که در روابط خودشون، در روابط بین‌الملل خودشون با دیگر کشورها دارن، اینها از دیگر حمایت می‌کنن و یکی با دیگر همکاری می‌کنن. به طور مثال ما می‌تونیم حمایت آمریکا رو از متحدان خودش در دوران جنگ سرد مثال بزنیم. الان هم می‌تونیم به روابط آمریکا با کره جنوبی، ژاپن و اسرائیل اشاره بکنیم که اینا در قالب روابط استراتژیک تحلیل میشه، و حالا روابط چین و پاکستان. ولی در مورد روابط ایران و روسیه، اگر ما به تاریخ روابط ایران و روسیه نگاه بکنیم، حالا قبل از 1991 به جمهوری شوروی و قبل از اون، میبینیم که یک تصویری به ما میده که خیلی نمیشه گفتش که روابط ایران و روسیه استراتژیک هست. اونم به دلایل موازی که روسیه در قبال ایران گرفته. چند نمونه خیلی کوتاه اشاره بکنم. به طور مثال اشغال ایران توسط امپراتوری روسیه در اوایل قرن 19 بود، مداخله روسیه تزاری در انقلاب مشروطه در اوایل قرن 20، همینطور که جلو میایم حمایت شوروی هستش از عراق در جنگ ایران و عراق، و بعد اون تأخیر در تحویل سامانه S-300 به ایران، تأخیر در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر، و مهمتر از همه بین سال 2006 تا 2009 ما می‌بینیم که روسیه بعد از تایید مصوبه‌های شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داده. و خب این چگونه ما می‌تونیم تعریف کنیم که ایران و روسیه با توجه به مسائل رابطه استراتژیک دارن؟ پتانسیل به گمان من برای تبدیل اون به رابطه استراتژیک وجود داره، ولی روابط ایران و روسیه در سوریه من اون رو به عنوان یک شراکت تاکتیکی عمدتاً نظامی امنیتی می‌دونم که مبتنی بر تقسیم وظایف هستش، و این یک مسئله است که روسیه بیشتر از همه برای این استفاده کرده که بخواد از این رواق همگرایی ایران، روسیه و ترکیه استفاده کنه به نفع خودش و برای حمایت از اسد. اشاره جالبی کرد، چون آقای ریابکوف هم همینو گفته ما با هم همکاری داشتیم ولی متحد ما نبوده ایران. آقای آریان، نظر شما چی است؟ آیا فکر میکنید که موضع روسیه در قبال ایران در سوریه تغییر کرده؟ تغییر اونچنانی نکرده. ببینید، روسیه از اولش در ارتباط با سوریه با ایران هدفهای گوناگونی رو دنبال کردن، هدفهاشون متفاوت بوده. نگاه اینها هم فرق میکنه. نگاهی رو که روسیه
به سوریه داره و به طور کلی کارها و اقداماتی که در اونجا انجام میده، پوتین این رو از زاویه واقعا هزینه فایده بهش نگاه میکنه. جمهوری اسلامی این رو از دید ایدئولوژیک بهش نگاه میکنه. هدف روسیه در نهایت اینی که ایران از سوریه خارج بشه، برای اینکه میخواد نفوذ خودش رو در اون منطقه داشته باشه و همینطور نفوذ خودش رو میخواد در کل خاورمیانه داشته باشه. در حالی که کشورهای عربی در یک پیمان نانوشته با اسرائیل هستند و با آمریکا هستند علیه ایران صف کشیدند و روسیه میخواد موقعیت بهتری در میان این کشورها داشته باشه، سلاح و تجهیزات بفروشه و از اون طریق وارد معاملات تجاری بشه، بویژه در بخش انرژی، تمام اینا باعث میشه که روسیه بخواد ایران در نهایت از سوریه خارج بشه. و اون نکاتی رو هم که و به همین جهت من این روابط رو بین دو کشور استراتژیک که نیست، یک روابط مصلحتی است، بله، در ارتباط با اون چه که میخواهند در سوریه بهش برسن. آقای طاهری، اولا میخوام نظر شما رو در مورد این قضیه بپرسم و اینکه آیا ایران در این بازی هیچ کارتی داره که بتونه بازی بکنه که خودش رو و جایگاه خودش رو در سوریه حفظ بکنه، اگر اینطور که آقایون میگن روسیه هم حالا به خیلی کشورهای پیوسته که علاقمند هستند که ایران در سوریه نباشه؟ بله، ایران سه تا کارت داره که بازی بکنه. اولا در حدود 80,000 تا سرباز در سوریه داره که البته عده زیادیشون مزدوران یا داوطلبان لبنانی و عراقی و پاکستانی و افغان هستن، در حالی که روسیه نیروی زمینی نداره اونجا، نیروی هوایی داره. یعنی در واقع ایران پیاده نظام نیروی هوایی روسیه بوده و اگر موفقیتایی به دست اومده از طرف روسیه و آقای بشار الاسد، تا اندازه زیادی مدیون حضور این پیاده نظام ایرانی است. متاسفانه همونجور که ذکر شد، روسیه از نیروی هواییش برای حمایت و حفاظت از نیروی زمینی ایرانی استفاده نکرد در حملات اسرائیل. ولی به هر حال چی فکر میکنید تاریخ مصرف این نیروها برای روسیه تمام شده؟ دیگه نیازی به این پیاده نظامی که شما میگید از طرف ایران تامین میشد نداره؟ به نظر من هنوز بهشون نیاز داره، ولی در این حال ببینید روسیه و ایران همکار هستن در سوریه، ولی رقیب هم دیگه هم هستن. در حال حاضر هر دو به هم نیازمند هستن. ایران به روسیه نیازمنده به خاطر وتوی سازمان مللش در مواقع خاصی، به خاطر نیروی هواییش و غیره. روسیه هم به ایران نیازمنده. کارت دوم ایران این است که پایگاه های محلی داره، یعنی هم در حزب الله لبنان و هم در گروه های مثل گروه مرتضی علی، مثل گروه های شبه چریکی که در روسیه درست کرده، در عراق درست کرده و روسیه اینا رو نداره. کارت سوم ایران این هست که میتونه همیشه با بازی اسلامگرایی و غیره یک پایگاه مردمی هم برای خودش درست کنه که این کار رو روسیه نمیتونه بکنه. در زمان اتحاد شوروی میتونست از طریق ایدئولوژی کمونیستی و غیره پایگاهی داشته باشه. برای هر دو طرف به هم نیازمند هستند، ولی روسیه اصولا به خصوص از دوران اتحاد شوروی دارای فرهنگ کار دست جمعی نیست، یعنی نمیتونه در هیچ زمینه‌ای متحد و متفق داشته باشه، برای که خودش میخواد همیشه رئیس باشه. بنابراین در این مورد هم ادامه روشی است که روسیه هم در دوران تزاری هم دوران اتحاد شوروی داشته. آقای شما یا آقای طاهری موافق هستید که ایران این کارت ها رو داره و اگر داره تا چه حد میتونه در استفاده از این کارت ها موفق باشه برای اینکه حضور خودش رو در سوریه تثبیت بکنه؟ من در مقدمه یک اشاره‌ای بکنم. ببینید، ما تصور میکنیم که روسیه، این نقش روسیه بسیار مهم هستش در سوریه بازی داره میکنه. بازگشت روسیه به منطقه خاورمیانه بسیار مهم هستش. روسیه پلن‌ها و برنامه‌های گسترده‌تری از آنچه که در سوریه داره رخ میده در نظر داره. روسیه در حال نظم سازی در خاورمیانه جدید هستش و زمانی که ایران بتونه نقشی بازی بکنه در این نظم سازی، من فکر می‌کنم ایران، ترکیه و کشورهای عربی روسیه بهشون نیاز داره که
بخواد در این نظم سازی به روسیه کمک بکنن در برابر آمریکایی که نقشی رو برای روسیه در نظام بین الملل برابر با خودش متصور نیستش. اما اینکه چه درجه نیاز داشته باشه روسیه به ایران و یا ترکیه حالا در مقایسه با دیگر کشورها اینجا مسئله مهم هست. چون به نظر میاد که داره هرچه بیشتر نقش ایران رو کم رنگ میکنه در این فضایی که پیشتر میدونیم که برای ایران نقش عمده تری قائل بود انگار. کاملا درست هستش. تصور میکنم همزمان که نیاز روسیه، نیاز اون امنیتی و نظامی روسیه به ایران، همون نیازی که مقامات ایرانی به واسطه اون اشاره میکنن روابط ما استراتژیک هست. چرا؟ چون ما فقط روابط نظامی و امنیتی در سوریه داریم، در حالی روابط استراتژیک ابعاد سطوح مختلف رو در بر میگیره، اقتصادی هست، توریسم هست، نظامی هم هست و دیگر مسائل. روسیه همزمان که اون وابستگی خودش رو در اون نیاز نظامی امنیتی خودش رو به ایران کم میکنه، به خاطر اینکه داعش شکست میخواد بخوره، حالا اگر این صورت پذیره و نیاز نظامی روسیه به ایران کم میشه، اون موقع خب دلیل وجودی ایران برای حضور در سوریه هم کمتر خواهد شد و دست بالاتر رو خواهد داشت روسیه و حتی ترکیه و دیگر بازیگران قدرت در سوریه که بخوان که ایران از سوریه خارج بشه. چرا؟ چون ایران از جنگ در این بازی شطرنج قدرت در سوریه داره استفاده میکنه، میخواد جبهه مقاومت رو بسط و گسترش بده و به نظر نمیرسه که روسیه موافق باشه. روسیه در این حال نمیخواد خودش رو در برابر یک انتخاب قرار بده بین روسیه و ایران، بین اسرائیل و ایران، ولی خب این بستگی داره که ایران چقدر بخواد حالا اون دلیل وجودی خودش رو به لحاظ نظامی تو سوریه بخواد دنبالش باشه، بخواد یک ماجرایی رو ایجاد بکنه، حالا شاید در ادلب، نمیدونم، شاید در جنوب سوریه، در بلندی‌های جولان، من نمیدونم، ولی این در واقع پازل و معما اینجاست. من فکر نمی‌کنم که ایران، اگر ما بخوایم واقع‌گرایانه نگاه بکنیم، خیلی بتونه دست بالا رو داشته باشه برای اینکه هر گونه واکنش نسنجیده و یا اینکه ماجراجویانه در سوریه در این مقطع زمانی میتونه تبعات بسیار بسیار گسترده‌ای نه فقط در سوریه بلکه در کل منطقه خاورمیانه داشته باشه. اشاره جالبی کردید به دیگر بازیگرانی که به هر حال نقششون رو نمیشه نادیده گرفت. حسن نصرالله صحبت کرده در این باره، آقای نتانیاهو دائم داره با مقام‌های مختلف منطقه جلسه میذاره، با مقام‌های اروپایی صحبت می‌کنه. همین دیروز گزارشی منتشر شد از یک گفتگویی با خانم مرکل که او هم حمایت کرده از اینکه اسرائیل خواهان خروج ایران هست از سوریه و ابراز نگرانی کرده از اینکه ایران نزدیک بشه به مرزهای اسرائیل. در این معادله آقای یاریان فکر میکنید چقدر ایران میتونه با اتکا به نقش اروپایی ها و روسیه کماکان جایگاه خودش رو حفظ کنه در سوریه؟ میدونیم که اسرائیل حالا دیگه بی تعارف میگه که ما دائما داریم اهداف ایرانی رو میزنیم در اونجا و نمیخوایم ایران در سوریه بمونه و مدام در مورد این صحبت میکنه. ببینید، در وهله اول روابط بسیار نزدیکی روسیه با اسرائیل داره. ببینید، از جمعیت 8.7 میلیونی اسرائیل بیش از 1.5 میلیون روسن و روستبارن. روسی، زبان روسی زبان سوم در اسرائیل است بعد از عبری و عربی. روابط دیگر هم هست که به هر حال نمیتونیم در اینجا بحث بکنیم، ولی روابط گسترده است. به رغم این اختلافی که پیش اومد سر این ایلوشن 20 که سقوط کرد و روسیه تخصیصش رو گذاشت به گردن اسرائیل، ولی در کل ایران در اونجا 4 هدف کلی داره که این هدفها رو خیلی خلاصه من میگم. یکی که حمایت و حفاظت از رژیم اسد که داده کماکان دنبال میکنه. دیگری تقویت در واقع حضور خودش در سوریه است با تولید مراکز مختلف برای تولید موشک ها که این موشک ها میتونه مورد استفاده سوریه باشه و همینطور مورد استفاده حزب الله. یکی دیگه برقراری اون پل ارتباطی است بین تهران و عراق و دمشق و لبنان. و دیگری کاری رو که اسرائیل داره به شدت باهاش مبارزه میکنه این بوده که ایران سعی کرده یک جبهه دیگری رو در ارتفاعات جولان علیه اسرائیل باز بکنه، یعنی علاوه بر حزب الله و حماس این جبهه رو باز بکنه که اسرائیل از اولش گفته که به هیچ وجه این رو قبول نمیکنه، اصلا وجود نظامی ایران و حضور نظامی ایران رو در سوریه قبول نمیکنه. در تمام این مدت و کارهایی رو که اسرائیل انجام داده، به قول جنرال آیزنکوت
رئیس ستاد ارتش اسرائیل، رئیس سابقش، بیش از 2000 بار در سال 2008 اسرائیل مواضع ایران رو، مواضع نیروهای ایرانی و وابسته به ایران رو در سوریه بمباران کرده. دقیقاً، بله. اسرائیل این کارا رو انجام داده. خب فرمودین اسرائیل حضور نظامی ایران رو در سوریه تحمل نمی‌کنه، اما الان مثلا گفتگوهایی که میشه در مورد نقشی که ایران میخواد در بازسازی سوریه داشته باشه، و میدونیم که به هر حال برای ایران این یک برگی هست، برگ اقتصادی هست که الان بهش احتیاج داره. آیا چنین حضوری رو اسرائیل قبول میکنه یا کلا حضور ایران رو قبول نمی‌کنه؟ حضور ایران رو از نظر نظامی به هیچ وجه قبول نمیکنه، برای اینکه اسرائیل میگه که تمام اینا باید برچیده بشه، باید تمام مراکز تولید سلاح اینا برچیده بشه، و حتی نتانیاهو در موارد اصرار کرده بود که باید مرز بین سوریه و عراق و سوریه و لبنان بسته بشه که جلوگیری بشه از قاچاق. در مورد بازسازی اقتصادی، بازسازی سوریه که هنوز باید ببینیم که واقعا از نظر سیاسی چه شکلی به خودش میگیره، این بین 200 تا 500 میلیارد دلار هزینه داره. ایران اقتصادی نداره به اون معنا که بخواد در این بازسازی واقعا شرکت بکنه و سهم عمده ای در این مورد داشته باشه. و به باور من حتی خود روسیه هم نمیتونه این کارو بکنه. اقتصاد روسیه به اندازه نصف اقتصاد کالیفرنیا است. میتونن یه نقشی رو بازی بکنن، ولی نه به اون معنا. به همین جهت ایران یک موضع بسیار ضعیفی در سوریه داره از نظر نظامی. ولی با همین احوال تأکید میکنم که به گفته جنرال امیر اشل که فرمانده نیروی هوایی اسرائیل است که اخیرا گفته، حملات نظامی اسرائیل به مواضع ایران در سوریه بازدهی 100% نخواهد داشت. بله. که حتما ایران رو بتونه از اونجا خارج بکنه. یکی از اونا که خیلی خلاصه میگم، میتونه اثرات بسیار شدید و منفی تحریم های آمریکا باشه که ایران رو مجبور بکنه که تعدیل بکنه اهداف خودش رو در سوریه. متوجهم. آقای طاهری، بحث دیگه این هستش که ایران به نظر میاد که متمرکز شده روی دمشق، این که تلاش میکنه دیدارهای متعددی داشته باشه با بشار اسد. به هر حال بشار اسد قدرت خودش رو حفظ کرده، اما آیا در جایگاهی هست که بتونه حضور ایران رو، آینده حضور ایران رو در کشورش تضمین بکنه با توجه به حمایت بی قید و شرطی که تقریبا ایران ظرف این سالهای گذشته از او داشته؟ به هیچ وجه. من فکر کنم دوران آقای بشار اسد تمام شده. ایشون یک مرده ایست که نقش زنده رو بازی میکنه و آینده خودش رو نمیتونه تضمین کنه، چه برسه به آینده ایران. ولی در این حال در این تردیدی نیست که اون گروهی که بشار اسد نمایندشون هست در سوریه دارای ریشه های اجتماعی هستن، اقلیت های علوی یا نصیری، اقلیت های دروز، اقلیت های مسیحی به طور کلی حمایت میکنن از اون چیزی که آقای اسد، حالا نه شخص خودش بلکه اون مجموعه حزب بعث و به اصطلاح سکولاریسم و جدایی دین از مذهب و غیره بهش معتقدند، این یه پایگاه اجتماعی داره و در آینده سوریه این پایگاه اجتماعی بین 15-20% از جمعیت در حال حضور خواهد داشت. و به خصوص که در نیروهای نظامی سوریه اینا حضور فوق‌العاده دارن، بدون تردید نقشی بازی خواهد کرد. اینا در حال حاضر فکر میکنند که نزدیکی با ایران خوبه، برای که ایران یک قدرت منطقه‌ای هستش، در لبنان حضور داره، لبنان زیر نفوذ ایرانه، در عراق با وجودی که الان ایران در حال عقب نشینیه ولی هنوز حضور داره، روسیه یک نیروی تازه واردی است به صحنه، برای که بعد از سقوط اتحاد شوروی 20 سال در منطقه نبوده، ارتباطات نداره، اطلاعات نداره و غیره. بنابراین ایران از این نظر سعی میکنه که در منطقه دمشق و مناطق ساحلی و اینا برای خود جایی داشته باشه، چون بقیه سوریه، اکثریت مردم سوریه سنی هستند که ایران رو از نظر شیعه بودن رد میکنن. ولی یه نکته مهمی که اینجا راجع به صحبت کردی، خروج نیروهای ایرانی و زیر نفوذ ایران از سوریه، همینطوری آسون نمیتونیم بگیم که ایران باید بره بیرون یا نباید بره بیرون.
این 80,000 سربازی که اونجا هست اینا کجا باید برن؟ بله. آیا ایران حاضر اینا رو قبول بکنه؟ 80,000 جنگ دیده خارجی و غیره اینا رو در کجا ایران میخوان جا بدن؟ آیا اینا در سوریه جا خواهند داشت؟ به لبنان فرستاده خواهند شد؟ یعنی واقعا مسئله مشکلی است. به همین جهت من فکر می‌کنم به جای اینکه تو یه شعار بدیم بایستی یک تفاهم بین‌المللی به وجود بیاد برای تثبیت اوضاع در سوریه و در چارچوب تثبیت اوضاع در سوریه سرنوشت این جنگجویانی که ایران آورده به از جاهای مختلف سوریه اونم تعیین بشه، وگرنه یه مشکل بزرگی برای خود ایران خواهد. آقای در مورد ترکیه صحبت نکردیم، میدونیم که به هر حال یک بازیگر اصلی هست در این تحولات. ترکیه چی میخواد؟ حضور ایران یا حذف ایران از این معادله؟ خب ببینید، در اون هنر پراگماتیسم پوتین تا الان، یعنی از زمانی که ورود کرد به جنگ سوریه سپتامبر 2015 تا الان این بوده که تونسته در واقع با ایجاد همگرایی نسبی بین ایران، ترکیه و خودش در واقع یک مکانیزمی رو فراهم بیاره برای اینکه اسد حفظ بشه و در این حال اون منافع حداقلی ایران ترکیه هم تامین بشه و مهمتر از همه اسد بر مسند قدرت باقی بمونه. تا الان این به یک در واقع به طور نسبی نتیجه داده. ترکیه خب از این همگرایی استفاده کرده برای اینکه نفوذ خودش رو در شمال سوریه گسترش بده، به خاطر اینکه نیروهای YPG، نیروهای یگانهای مدافع خلق در واقع YPG رو اینها رو تروریست میدونه و خب این یک در واقع بچه تمایز ایران و ترکیه این هستش که بسیار مهم است. ترکیه عضو ناتوست و خب روسیه استفاده میکنه از در واقع نزدیکی به ترکیه برای اینکه بخواد ترکیه از در واقع چتر حمایتی آمریکا و اون نفوذی که داره بکشه بیرون. از طرف دیگه ترکیه هم خودش رو نزدیک میکنه به روسیه برای اینکه بخواد بالانس بکنه روابط قدرت خودش رو با آمریکا. نکته که اینجا وجود داره، من تصور میکنم که همون طور که من در مورد ایران صحبت میکنم که خب اون بیشتر همکاری ایران و روسیه، یک همکاری شراکت تاکتیکی مبتنی بر همکاری نظامی و امنیتی بوده، ما نمیتونیم تصور بکنیم که روسیه هم به ترکیه اجازه خواهد داد که هر کاری که میخواد در شمال سوریه انجام بده و ما اینو الان داریم میبینیم. یعنی به رغم اینکه همکاری وجود داشته باشه، الان ترکیه بارها خواسته که ادعای چراغ سبز روسیه رو داشته باشه برای اینکه به نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق در شمال منبت مطور مثلا حمله بکنه، ولی این روسیه این اجازه را به ترکیه تا الان نداده. و خب من فکر می‌کنم یک در واقع اگه بخوایم گسترده‌تر نگاه بکنیم به آنچه در سوریه داره اتفاق می‌افته و به طور مثال در همین اواخر، من فکر می‌کنم این معادله اصلی و اون بازی بزرگی که در سوریه رو خواهد داد بین روسیه و آمریکا خواهد بود و از الان به بعد میزان حوزه نفوذ در واقع بعد از تصمیم آقای ترامپ برای خروج نظام آمریکایی از سوریه زمان آن فرا رسیده که میزان حوزه نفوذ کشورهای درگیر ترکیه، ایران و دیگر کشورها در سوریه تعیین بشه. روسیه به عنوان بازیگر اصلی شطرنج ژئوپلیتیک در سوریه داره تنظیم میکنه اینکه هر یک از این قدرت‌ها چقدر میزان نفوذ داشته باشن. به ترکیه اجازه نداده تا الان که بخواد در شمال سوریه به اون اهدافی که میخواد برسه و به ایران هم تا یه حدی اجازه خواهد داد که در واقع اون جبهه مقاومتی گفتم نخواد این نفوذ پیدا بکنه و در واقع اسرائیل رو، منافع اسرائیل رو مورد مخاطره قرار بده. و در اظهارات آقای ریابکوف هم همین بوده که خطوط قرمز رو داره روسیه تعیین میکنه برای هر یک از بازیگران قلعه به ویژه ترکیه و ایران که تا چه حد میتونن در سوریه در واقع مانور بدن. بله. و اینجا مهم این هستش که اقدامات بعدی ترکیه در شمال سوریه چه خواهد بود و اقدامات بعدی احتمالی ایران، نیروهای حزب الله و لبنان در سوریه چه خواهد بود. در واقع اینها تعیین کننده این هستن که آیا خواسته ای که روسیه داره بخواد به سرانجام برسه یا خیر. آیا به عنوان آخرین سوال، آیا به نظر شما ایران آمادگی این رو داره که جنگ سوریه رو تمام شده حساب کنه؟ آقای طاهری نگرانی های ایران رو برشمردن که مثلا یکیش این هستش که با نیروهای پیاده که الان در اونجا هستن چه خواهد کرد، اما خارج فارغ از اینها آیا فکر میکنید ایران حاضر هست به خاطر فشارهایی که داره روش میاد از هر طرف سوریه رو ترک کنه؟ به باور من در حال حاضر خیر، برای اینکه هنوز مسئله واقعا سوریه به پایان نرسیده، شکل دهی آینده سیاسی سوریه هست، موقعیت بشار اسد است و خیلی مطالب دیگه. بنابراین ایران در حال حاضر به باور من قصد خروج رو نداره و سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده و میلیاردها
دلار در سوریه خرج کرده و همینطور شمار بسیار زیادی از افراد سپاه پاسداران و همینطور شبه نظامیان جون خودشون رو اونجا از دست دادن. و با توجه به حرفایی رو که به ویژه در همین روزهای اخیر از حسین سلامی و از دیگر فرماندهان نظامی ما میشنویم و میخونیم، اینی که به هر حال ایران داره خودشو، یعنی اهدافش فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی است و دفاع از مستضعفان و حزب الله و غیره و زاله. بنابراین ایران در سعی خودش رو خواهد کرد که در اونجا باقی بمونه و کارش تمام شده نیست و به همین جهته که روسیه به نحوی داره نرمش نشون میده. بدین معنا در حالی که به اسرائیل میگه که از وارد کردن صدمات بسیار شدید به مواضع ایران در سوریه خودداری بکنه، به ایران هم میگه که به هر حال از اتفاقات جولان فاصله بگیره، که فاصله گرفته و فعالیت‌های نظامی خودش رو علیه اسرائیل هم کم بکنه. با همه این احوال اسرائیل قانع نشده. ایران به باور من موقعی در اهداف خودش در سوریه تعدیل ایجاد خواهد کرد و تغییر اینا رو خواهد داد اگر فشارها و تحریم‌های همه جانبه‌ای رو که آمریکا بر جمهوری اسلامی وارد کرده مؤثر بشه و بخواد ایران رو به جایی برسونه که بخواد این اهداف خودش رو تعدیل بکنه. ممنونم آقای آریان. آقای آریان، آقای طاهری و آقای متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه شدید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.